خدمت همه شما که در این گرمای بسیار فشرده این شهر حضور یافتید اینجا و زحمت فرمودید و اومدید تا خیلی خیلی خوشحالم لطف کردید من از انجمن خیلی خیلی کلاب خیلی متشکر هستم که لطف کردن و من رو دعوت کردن مفتخر هستم که در خدمتتون باشم این دفعه دومه که من فرزنو میام و از تمام مسئولان خیلی متشکر هستم زحماتی رو که کشیدن برای برگزاری این چیزها این برنامه امشب و برنامه هایی که شما ماشاءالله خیلی فعال هستید من در برنامه آقای دکتر ریان شاتر هم بودم اینجا و واقعا زحمتتون هرکولاسیک بود یعنی واقعا خیلی زحمت کشیده بودید برای اینکه پاداشی به کارتون در مورد دکتر ریان شاتر بگم این که من تا دیشب از روز چهارشنبه تا دیشب انجمن ایران پژوهی یا ایرانیان استادیز بود که در ایرواین بود دانشگاه کالیفرنیا ایرواین و من اونجا بودم آخرین شب یکی از اخبارهای خیلی خوشحال کننده ای که به ما داده شد مرکز مطالعات زبان مرکز مطالعات فارسی یا ایرانی به نام آقای دکتر ریان شاتر در دانشگاه کلمبیا تأسیس شد و برای اولین بار اعلان کردن و شما پیش قراول بودید که زودتر از اونها حتی ارزش ایشون رو دریافته بودید و قدردانی برای قدردانی از ایشون و این رو من باید به شما تبریک بگم بحثی که امشب من میخوام خدمتتون رو بدم در رابطه با مشروطه البته بود و از من وقتی که آقای شب‌افروز گفتن راجع به مشروطه صحبت کنیم من گفتم که خب خیلی وسیع خواهد بود موضوع و منم خودم رو متخصص مشروطه نمیدونم به اون صورت مورخ نیستم جامعه شناسم بیشتر تحقیق در مسائل اجتماعی میکنم ولی خب در تاریخ معاصر کار میکنم مواد کار ما تاریخه و تاریخ معاصر هم برای من هست یعنی من بیشتر کار معاصر کار میکنم و یکی از این زمینه ها مسئله روشن فکری است. بنابراین قصد من امشب این است که راجع به روشن فکر و روشن فکری در ایران یه مقدار صحبت بکنم و این رو در ارتباط بذارم با مقایسه روشن فکران دوره مشروطه و روشن فکران بعد از مشروطه تا به انقلاب اسلامی میرسه و امروز. برای همین من با این شروع میکنم که خیلی مختصراً علل اینکه مشروطه اصلا چرا شکل گرفت و بعد این روشنفکران چه نقشی در شکلگیری مشروطه داشتن ابتدا بگیم که دلایل به وجود آمدن جنبش مشروطه و انقلاب مشروطه یکیش استبداد حکام بود و حکام محلی و ولایات استبداد شدید و استبداد خیلی درناکی که قاجارها پیاده می کردن چه به طور محلی چون قاجارها خیلی صورت فئودالی کار می کردن و قدرتشون در رابطه با نگهداری خانه‌ها در محل‌های مختلف ارتباطاتی که داشتن و هدایایی که می‌دادن یا زمین می‌بخشیدن به این گونه ارتباط رو حفظ می‌کردن اینو قاجار دولت خیلی متمرکزی نبود و اتفاقا یکی از تزهایی که من جایزه بهش دادیم اتفاقا من چون ریاست کمیته جایزه دکتر مهرداد مشایخی جایزه بهترین دکترا رو داشتیم اخیراً آقای به نام آصف اشرف انجام داده در این زمینه که چه نشون میده چگونه یک حاکمیت پادشاهی در ایران بالای قریب 100 خورده ای سال 150 سال حکومت میکنه در حالی که اصلا کار مهمی هم از یه جهاتی نکرد خیلی از اجزای کشور را از دست داد در جنگ هایی که هر جنگی شرکت کرد شکست خورد ولی چگونه تونست 150 سال این مجموعه غیر متمرکز رو حفظ بکنه بر اساس روابط فسادآمیز بود بر اساس روابط تیولداری و فئودالی بود این رو شما در تمام چیزهای مختلف می‌بینید برای اینکه حالا امشب یه نمونه کوچکی این مناسبت پیدا کرده با فوت هنرمند ارزمند ما آقای جان آقای انتظامی بله من یه کلیپی الان هستش که دوست دارم اینو نشون بدم Can we get that clip going?
زمینه مشروطه رو دقیقا توضیح میده. این کلیپ از مال فیلم حاجی واشنگتن هست، مال قسمتی از فیلم حاجی واشنگتن که آقای حاتمی ساخته بودن. خیلی قطعه کوچیکی، هم قدردانی از ایشون میشه، همینم که زمینه میآفرینه برای بحثی که میخوایم در رابطه با مشروطه بکنیم. دارالایتام دایر کنید درست تره. مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می آید، قحطی است، دوانی است، مرض بیداد می کند، نفوس حق و نفس می دهند. باران رحمت از دولتی سرقبل یارم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلبانی، سر بریدن از خط سردتر، ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشم ها خمار از تراخم است، چهره ها تکید از تریاک. اون چهار تا بمبار عهد شاه عباس ما باش کرم گذاشته. ملیجک در گلدان نخره می شاشد، چه انتظاری از این دودمان با اون سر سلسله اخته. خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تدبیر ما. دلال، فاحشه، لوتی، یعنی قباز، کفزن، رمال، مرگگیر، جدایی که خودش شغلی است. علاوه بر مسئله فساد اداری و استبداد دولت، چیز دیگه ای که به مشروطه خیلی دامن زد دخالت انگلیس ها و روس ها بود در اون کشور و کشور را عملا تقسیم کرده بودند به منطقه نفوذ خودشون و دخالت زیاد میکردن و قرارداد 1907 رو بستن که واقعا قرارداد دردناکی برای کشور بود و شما این رو در این یک تصویری است که از مال اون زمان هست که ایران در واقع اون گربه کوچکی هست که اونجا نشون داده میشه و یک طرف روس هست و طرف شیر هم انگلیس رو نمایندگی میکنه که زیرش نوشته شده نگاه کن میتونیم باهاش بازی بکنیم، من با سرش بازی میکنم، تو هم با دومش بازی کن، گهگاهی هم میزنیم پشتش وسط کمرش. بعد گربه برمیگرده میگه من که یادم نمیاد که شما اصلا با من راجع به این مسئله مشورت کرده باشین. موقعیت ایران رو در واقع نشون میده در اون موقع در چه حالتی بود. این یکی از باز ابعادی بود که به مشروطه. ولی چیز مهمتری که برای مشروطه واقعا تعیین کننده بود این بود که از دوران عباس میرزا متوجه مسئله امیرکبیر، عباس میرزا، اینا شخصیت هایی بودن که در دوران قاجار متوجه شدن کشور شدیداً عقب مونده است در مقابله با دنیای غربی که داشتن باهاش آشنا می شدن و سعی کردن دانشجو بفرستن بیرون و تحصیل بکنن. این دانشجو بعضی ها رفتن در روس، بعضی ها رفتن در اروپا و آموزش یافتن و شوکه شدن که کشورشون چقدر عقب مونده است و این عقب ماندگی نه تنها از نظر توسعه‌ای، عقب ماندگی فرهنگی، عقب ماندگی اجتماعی، موقعیت زنان، بعد سلطه‌ای که روحانیان بر ذهن مردم دارن، حجم خرافاتی که وجود داره، اینا همه کمک کرد که این روشنفکرانی که برگشتن به عنوان روشنفکران متأثر از اون افکار جدید، متأثر از دنیای بیرون بیان و شروع بکنن افکارشون رو، عقاید جدید رو در میون مردم مطرح بکنن، برای جامعه مطرح بکنن و این شاید از مهمترین آنها بود. البته به طور کلیتر میشه گفتش که انقلاب فرانسه روی ذهنیت روشنفکران اون دوره خیلی تاثیرگذار بود. برای همین هم هست که شما مثلا مفهوم روشنفکری هم، اینتلکچوال هم در دوران اولیه وقتی آمد به ایران به نام مفهوم منورالفکر ترجمه کرده بودن و این منورالفکران تقریبا تا دوره بعد از کودتا، شاید هم مثلا بیشتر 1920 که مثلا رضا شاه بعدش میره، اگر نگاه بکنین تمام روشنفکرها و دانشمندان ما بیشتر کارهای فرانسوی رو ترجمه میکردن، خیلی متاثر از فرانسه بودن، انقلاب فرانسه و غیر ذلک. انقلاب روس هم که رخ داد در 1905 اون هم تاثیر بسزایی در ذهن اینها گذاشت. از طرف دیگه وقتی روسیه از ژاپن شکست خورد
ایرانی ها یک جرأتی پیدا کردن، گفتن عجب، پس یک کشور کوچیکی مثل ژاپن میتونه روسیه رو شکست بده. و این روسیه که بود، روسیه واقعا خب یکی از کشورهایی بود که ایران رو در خفقان خودش گرفته بود، داشت پشت هم دیگه این دو تا کشور امتیاز میگرفتن از این کشور. روسیه پول میداد، اصلا دربار رو تامین میکرد و به حساب اون زندگی اشرافی و حرم سراهای دربار عملا با پولی که قرض میشد از روسیه گرفته میشد. بعد روسیه کنترل گمرک ها رو داشت. اتفاقاتی که در واقعه تنباکو افتاد و بعدش افتاد و به خود وقایع انقلاب انجامید در رابطه با این وضع تعرفه هایی بود که عملا در گمرک ها تأسیس میکردن، روسا آدم خودشون رو گذاشته بودن و تجار ایرانی بالاخره بر علیه اینها برخواستن. و بالاخره آنچه که مهم بود این مسئله عقب ماندگی فرهنگی جامعه بود. سطح پایین جامعه، درک ضعیف، رفتاری که با زنان انجام میشد، اینها وقتی این روشنفکران، این افرادی که آمدن اونجا واقعا شوکه شده بودن، برای همین هم آمدن و شروع کردن نوشتن غیر ذلک. و اینها عملا شرایطی بود که به انقلاب مشروطه دامن زد. خواستهای مشروطه هم خیلی مشخص بود. اگر من بتونم خلاصش بکنم، در سه تا بیشتر خلاصه نمیشه. یکیش مقابله با استبداد شاه بود، ولی مقابله با استبداد شاه در مشروطه با متفاوت با مقابله با استبداد شاه در دوران دهه 50. در انقلاب 57 مخالفت با شاه و نفی شاه و سقوط رژیم مد نظر بود. مشروطه خواهان قصدشون این نبود که قاجارها برن، قصدشون این بود که قصد تغییر رژیم نداشتن، قصد این رو داشتن که قدرت شاه رو محدود بکنن، از اختیاری که به دست داشت و هر کاری میکرد، هر چه دلش میخواست انجام میداد، این به حساب محدود کردن قدرت شاه و ایجاد یک مجلس و قانون که رفتارهای خودمختارانه ای رو که حکما و عرض کنم که فرماندارها و عرض کنم که غیر ذلک در ولایت‌های مختلف حکام به کار می‌بردن، بتونن جلوشون رو بگیرن و قانونمندی، نظمی به وجود بیاد و حکومت قانون. و این رو هم به صورت عدالت‌خانه، مفهوم عدالت‌خانه قاعدتاً یکی از چیزهای اولیه بود که عملاً اگر ترجمانش بکنیم همون چیزی شد که بعداً به مجلس رسید. البته قوه قضاییه هم جزی از همین عدالت خانه بود. به هر حال مشروطه پارلمانی یا مجلس و عدالت و حکومت قانون و بالاخره برخورد با یک سلسله اقتدار روحانیت، دخالت روحانیت در همه امور و منظم کردن اوضاع بود. این در واقع اصل و اساس دوران اولیه ایست که ما میتونیم به عنوان مجموعه بگیم. حالا روشنفکران مشروطه چه کسانی هستن؟ من قبل از اینکه بخوام بگم روشنفکران مشروطه کی هستن و کیا بودن و چه کردن و چند تا نکته مقایسه ای بین مشروطه، روشنفکران مشروطه و روشنفکران انقلاب 57 بدم، اول باید با این مسئله روشنفکر بپردازم. مفهوم روشنفکر از نظر من گل و گشادترین واژه‌ایه که در ادبیات افکار عمومی و ادبیات حتی جامعه شناسانه وجود داره. در و دروازه‌ای نداره. روشنفکر کیست؟ کسی که درد داره، درد جامعه رو داره، کسی که وفادار، متعهده. من اگر اون ویژگی هایی رو که ایرانی ها برای روشن فکر میگم من براتون بخونم، شاید 5 صفحه 6 صفحه بشه. باید مردمش رو بشناسه، درد مردمش رو داشته باشه، ریشه در جامعه خودش داشته، وابسته به دولت خارجی نباشه، عرض کنم همینجور انواع این چیزها. اما واقعا روشن فکر چیست؟ روشنفکر اگر برگردیم به تاریخ تاریخیش، از افلاطون گفته بود وجدان خردگیر جامعه است. یعنی یک تعریف روشنفکر که همچنان اون اساره تعریف اصلی روشنفکر که در طول تاریخ با همه تعابیر و تعاریف مختلف و در کشورهای مختلف همیشه هست، و اون روشنفکر یه آدم نقاده، وضع موجود رو میبینه، نقد میکنه، ای به ایرادشو نشون میده به جامعه و سعی میکنه در واقع برای بهبود جامعه کاری بکنه. اشکال کار اینجاست
که این مفهوم خیلی گلوگشاده. بعد مهمتر از همه مفهوم مثل مفاهیم دیگری که در جامعه معاصر ما داریم نیست. روشنفکری حرفه نیست. روشنفکری مدرک نداره. مدرسه نداره. شما چگونه تعیین میکنید چه یک نفر روشنفکر هست یا یک نفر روشنفکر نیست؟ خب بستگی به این داره که اون فرد در کدوم جامعه هست؟ برای کی روشنفکره؟ خیلی از روشنفکرانی که ما شناختیم در جامعه خودمون، من الان عکسای بعضیا رو نشون میدم بهتون، همین الان من در برنامه‌هایی بودم به من پریدن تهمت این که من طرفدار جمهوری اسلامی هم یا طرفدار شاه هم یا طرفدار سلطنت هم. چرا گفتم مثلا فلانی روشنفکره؟ برای اینکه تعریف روشنفکر خیلی گلگشاده. یه برنامه ای از من هست تو یوتیوب میتونید نگاه بکنید، بنده بودم با آقای برنامه آقای فروزنده، من بودم، دکتر نوری‌الله بود، آقای عطا بود، دکتر هوشاشتیان بود. خب بین ستای ما اختلاف نظر بود. اونا میگفتن اصلا مگه میشه شما روشنفکر مذهبی باشه؟ کسی که مذهب بر اساس مذهب حرکت میکنه بر اساس عقل حرکت نمیکنه. روشنفکر باید بر مبنای عقل حرکت بکنه. خب بنابراین اگه یه آدم مذهبی عقل نداره؟ ببینید این مفهوم ها خیلی بازه و این مشکل برای ما ایجاد کرده. روشنفکران ایران از ابتدای مفهوم منورالفکر که اومد، فرض این بود که به هر حال اینا درکی از جامعه دارن و میخوان جامعه رو اصلاح کنن. اشکال کار این هستش که روشنفکران خودشون هم مقصرن در این کار. تعریفی که خودشون از خودشون میدن در واقع، اتفاقا من این رو در جلسه‌ای داشتم راجع به روشنفکری در ایران، در همین ایران، مطالعات ایرانی گفتم، خود روشنفکران باعث میشن که تعریفی که خودشون میدن بعدا براشون دردسر بشه، جامعه ازشون ایراد بگیره. خب شما میگه ما باید متعهد باشیم. خب بعد میگه خب شما که متعهدی چرا این کارو کردی؟ چرا امضا تو پای اونجا گذاشتی؟ دقیقاً در جلسه ما یه خانم بلند شد به یکی از مقالات نویسنده و اساتید دانشگاه گفتش که شما چرا اون اعلامیه رو امضا کردی؟ خب از زاویه خودش فکر میکرده متعهده، مسئوله، داره کار خوبی میکنه، ولی از زاویه اون خانم که اونجا نشسته نه، چون ایشون با اون افکار موافق نیستش. بنابراین روشنفکری خیلی مسئله دروازه گلگشادی داره، مثل حرفه های معاصر نیست. تمام مشاغل موجودی که شما میبینید در ساختارهای بروکراتیک دنیای مدرن هست، همه حرفه‌ای شده است. حرفه‌ای شده یعنی چی؟ یعنی دانشی رو که برای اون کار شما لازم داری باید به مدرسه رفته باشی، بعد باید امتحان داده باشی، بعد باید مدرک بگیری، گواهی بگیری. امروز تو این مملکت شما همینجا که هستید در دنیای معاصر، شما یه لوله کش اگر بخواید استخدام بکنید، کار براتون بکنه، باید گواهینامه داشته باشید. بخصوص اگه یه جای مستأجری داشته باشید، شما نمیتونید یه لوله کش رو بیارید که لایسنس نداشته باشه. اگر یه اتفاقی بیفته اون همسایه میتونه بره شما رو سو بکنه. چرا؟ که آدمی رو آوردی که لایسنس نداشته، یعنی تعلیم حرفه‌ای نیده. در مورد روشنفکر همچی چیزی وجود نداره. که روشنفکر هر کی که حرفی داره بزنه، کتابی میتونه بنویسه، سخنرانی جایی دعوت میشه صحبت میکنه، تحت مردم رو تحت تاثیر قرار میده، خودش میذاره اسمش روشنفکر، تا به میزانی هم که مردم بپذیرنش میشه روشنفکر. بزرگترین معیار تعیین روشنفکری، محبوبیت روشنفکری، پذیرش روشنفکری، افکار عمومی است. افکار عمومی است. دقیقاً روشنفکرانی رو که یه عده مردم به عنوان روشنفکر میشناسن، یه گروه دیگری در جامعه به عنوان یا خائن یا آدم بیفکر، اون آدم احمق میشناسنش. کسی که یک جامعه طردش کرده یا نگاه بهش نکرده، توجه بهش نکرده، 5 سال، 10 سال، 20 سال بعد تو تاریخ خودش تغییرات رخ میده. همون آدم نمایشیش وقتی شاعری میکرد در زمان خودش، کسی نمیشناختش. الان امروز 100 سال اونورتر، هر ایرانی دوست داره بچه‌اش بذاره نیما، و با انگیزه این که این نیما شبیه اون نیما از یک تفکر روشن، شعر معاصر، یک افرادی با دنیا دیدگاه جدیدی به دنیا داشته باشن. اینها نشون میده که بنابراین روشنفکری خیلی مسئله پیچیده‌ای هست. روشنفکری در رابطه با همیشه گفتم عموم هست، و برای همین هم ما روشنفکران رو به عنوان روشنفکران عمومی میشناسیم. مثلا شما الان اگر شما در اینجا راجع به آقای چامسکی صحبت میکنین، اینشون یه پابلیک اینتلیکچواله، فردی هستش که برای جامعه حرفی داره بزنه، مردم هم اون حرفش رو میپسندن، بخشایی که میپسندن دعوتش میکنن، کتاباشو میخونن به عنوان روشنفکر.
و افکار عمومی هم هست. بسیاری از اساتید دانشگاهی آقای چامسکی رو اصلا قبول ندارن به عنوان روشنفکر، معتقدن آنارکیست، حرف چیز میزنه، مسئولیت نداره. کسانی که بیشتر تو دانشگاه ها کار میکنن، اینها هم کار فکری میکنن، کتاب مینویسن، مردم رو تحت تاثیر میذارن، ولی اسم روشنفکر رو خودشون نمیذارن. جامعه بعضیاشون رو به عنوان روشنفکر میشناسه، آقای گیت رو به عنوان روشنفکر میشناسه، یک روشنفکر سیاه. آقای وست، الان کورنر وست مثلا روشنفکر سیاهی هستش که شناخته شده است، ولی استاد دانشگاه پرینستون هم هستش. اینها افرادی هستن که کورنر وست و امثالهم اینا پاشون از دایره حرفه‌ای دانشگاه کارشون بیرونتر گذاشتن، اومدن تو حوزه عمومی، میخوان جامعه، ذهنیت جامعه رو تحت تاثیر قرار بدن و تغییر ایجاد بکنن در جامعه در جهت اهدافی که خودشون دارن، اهداف متعالی. یکی از چیزهایی که در ایران اتفاق افتاد این بود که این مفاهیم روشنفکری متاسفانه خیلی زود بعد از مشروطه، تا در ابتدای مشروطه روشنفکری اینقدر گرفتاری‌هایی رو نداشت از نظر تعریف. اون چه که تعریف روشنفکری رو در ابتدای مشروطه، در اون زمان، در انتهای دوران قاجار و مشروطه پیچیده میکرد، مسئله روحانیت بود. روحانیت روشنفکران یک مجموعه فکولی، غرب رفته، غرب زده، تحت افکار غیر اصیل. هنوزم که الان شما تمام لیتراچر دوران جمهوری اسلامی رو بخونید، از روشنفکر به عنوان یه آدمی که اصالت نداره، تعهد نداره، فاسد شده با افکار غربی و غیر ذالک یاد میکنن. یعنی در واقع مفهوم روشنفکر از همون اول که اومد تو ایران، برخوردی که داشت با برخورد با روحانیت بود که تردش میکرد. برخورد با سیاست یه مسئله دیگه است که همه جای دنیا هست. به هر حال وقتی روشنفکر، چون روشنفکر یکی از تعاریف روشنفکر اینه که روشنفکر بر قدرته، تو قدرت نمیره. اگر یادتون باشه آقای در ابتدای انقلاب که در دوره بعد که آقای خامنه ای ریاست جمهور شده بودن، از آقای اخوان خواسته بودن که بیاد تو مثلا همکاری بکنه، گفتش با ما همکاری نمیکنه، گفت ما بر قدرت هستیم، در قدرت نخواهیم بود. خب اخوان یک روشنفکر بود، یک شاعر برجسته بود، ولی تعریفی که داشت این بود که ما با قدرت نباید قاطی بشیم. همین الان هم شما میبینید که آقای دولت آبادی به خاطر اینکه رفته تو مهمونی، عرض کنم که رفته تو افطار مثلا آقای روحانی نشسته، هوش میکنن. یه نواری برای من همه امروز صبح فرستادن در یه جایی، اینقدر ایشون رفته مرگ مرگ گفتن و شعار میدن و میرخصن جلوشون. ایشون هم همونجا وامیسته صف، میگه من بر علیه مرگ مینویسم، من بر علیه هر چی که مرگ آمیزه، من زندگی میآفرینم، من برای کشورم زندگی آفرینم، حاضر نیستم این مفاهیم رو از شما ببرم. و ادامه میده و برخی اونام همه میرخصن و سالن رو به هم میریزن، گویی در برلین بوده همچین جایی. خب این نشون میده که باز همون عرض کردم خدمتتون، مفهوم روشنفکری وقتی با قدرت ترجمه میشه، ما ایرانی ها نپسندیدن از ابتدا. در این کار هم از 1920 به بعد که وقتی حزب توده به وجود میاد، یه دگرگونی رخ میده که در اینجا روشنفکری در ایران باز دوباره دوچاره یه گرفتاری دیگه میشه، و اون اینه که از 1320 به این ور که ما اومدیم، روشنفکری ایران به طور شدید تا به امروز هم میره زیر سلطه فکر چپ و ایدئولوژیک میشه. و روشنفکر باید چپی باشه، روشنفکر باید بر علیه قدرت باشه، و بنابراین کسانی که با قدرت همکاری بکنن، حتی اگر با تعریفی که من دارم، حالا خلاصه‌شو نگفتم، تعریف کار کردی، حتی اگر روشنفکر باشه خائنه، حتی اگر روشنفکر باشه روشنفکر نیست. نمونش فروغی، مرحوم محمد علی فروغی، شما فکرشو بکنید. من میشه عکسای بعضی از این افراد رو نشون میدم، اینها اگر نبودن رضا شاه هیچ کاری و همه هرچی هم که رضا شاه انجام داده به مدد این روشنفکرها کرده. فروغی یکی از کسانی که بیشترین خدمت رو از نظر دوره، زمان، پست های مختلف در دوران پهلوی داشته و هدایت کرده جریانات رو. داور، مرحوم داور اگر نبود، اصلا این قوه قضاییه که امروز ما میشناسیم و حسرتش رو میخوریم که مثلا امروز در رابطه با جمهوری اسلامی در مقابل در گذشته، این قوه قضاییه رو عملا داور روی هم. دکتر شادمان، اینها مشکلاتی است که ما در تعریف روشنفکری داشتیم. مفهوم روشنفکری از نظر من، تعریف من،
مفهومی است کار کردی. به این مفهوم که هر کسی که کار فکری میکنه و تولید فکری میکنه و این تولید فکری رو میخواد در سطح جامعه به جامعه ارائه بده برای قضاوت، برای برداشت، برای تاثیرگذاری، ایشون تو کار روشن فکریه. حالا این کار مختص فقط کسایی نیستش که بیرون از ادارات و بیرون از دانشگاه ها فقط کتاب می نویسن، یا شاعرینی که شعر میگن، یا کسانی که سخنران میگن، منبر میرن. نه، همه حوزه ها روشن فکری خودشو داره. یکی از چیزایی که من شلاق میخوردم اون شب، بعدها افراد فوشای ناسازایی به من تلفن میکردن، چرا گفتی آقای خمینی روشن فکر مذهبیه؟ روشن فکر روحانیاست. میون روشن فکر روحانیان اون زمان یک کسی بوده که افکار خودش رو داشته، ولی از اون دایره افکار موجود فقهی خودش پاش فراتر گذاشته تو حوزه سیاست. این چیز امتیازی هم نیست. دولت هم روشن فکر دارن. دولت ها روشن فکران رو استخدام میکنن، به کار میگیرن که بره بیرون توجیهشون بکنه، تعبیرشون بکنه، ایده سازی بکنه، فرهنگ سازی بکنه. جمهوری اسلامی هم داره این کارو میکنه، شاه هم این کارو میکرد، آقای ترامپ هم داره این کارو میکنه، همه جای دنیا هست. بنابراین ما روشن فکر به کسی میگیم که کار فکری میکنه و میخواد این کار فکرش در خدمت جامعه برای تاثیرگذاری بکنه و تقاضای محبوبیت و مقبولیت میکنه جامعه. روشنفکر خوب داریم، روشنفکر بد داریم، روشنفکر احمق داریم، روشنفکر متعهد داریم، روشنفکر دینی داریم، روشنفکر مسیحی داریم، همه جای دنیا هم هست. بنابراین این مفهومی که مثلا روشنفکران دینی نمیتونن روشنفکرشون کار عقلی نمیکنن، نه، عقل دینی دارن، اونا هم عقل دارن، چون بی عقل که نیستن که. ما هم که صاحب کل عقل نیستیم که در دنیا، که عالمان هم خودشون نمیپذیرن که دانشگاهیان فقط آدمایی که عقل دارن. علم یه نوع استفاده از عقله، دین هم یه نوع استفاده دیگری از عقله. من نمیخوام مشروعیت رو یا مقایسه بکنم، مسئله این هستش که ما بپذیریم کار روشنفکر چیه. بنابراین با این مفهوم روشنفکران مشروطه کسانی بودن که درد جامعه داشتن و جامعه‌ای رو که باهاش مواجه بودن. یکی از روشنفکرانی که متاسفانه در ایران کمتر شاید شنیده باشه کسی اسمشو، و به نظر من یکی از بهترین روشنفکران دوران رضا شاه و با دولت هم کار کرد، خیلی کارهایی در حوزه فرهنگ کار کرده، سید فخرالدین شادمانه. ایشون نه روشنفکر چپ بود، نه روشنفکر راست بود، خیلی میانه رو، و درد جامعه رو داشت و برای بهبود اون جامعه میتاخت. من یه نقل قولی ازشون میدم و شروع میکنم. ما اینیم که هستیم. دیروز زردشتی بودیم و امروز مسلمانیم. هم فتح دیده ایم و هم شکست. با یونان و روم و عرب و ترک و تاتار و روس و انگلیس جنگیده ایم و هنوز زنده ایم. روزی قوم یهود را از اسیری آزاد کردیم و روزی دیگر تخت و تاج هند را به پادشاه مغلوب هند بخشیده ایم. هم اسیری والریان امپراتور روم جزء تاریخ ماست و هم درماندگی و بیچارگی و بدبختی شاه سلطان حسین. هم یزدگرد کوچک از ماست و هم شاه عباس بزرگ. هم فردوسی ایرانی است و هم هوشنگ هناوید. هم ارباب رستم کرمانی هموطن ماست و هم شیخ عبدالرسول قائنی. هم صفات خوب داریم و هم بد. تیزهوشیم، کاهلیم، بزلگوییم، زوداشناییم، بیغیر و بیکینه‌ایم، تملق دوست و ظاهر پرستیم، به کلیات بیش از جزئیات و به لفظ بیش از معنا دل می‌دهیم. گاه یونان دوست، گاهی عرب پرستیم، یک روز مدح شاه و وزیر و معشوق و معشوقت ترک شعر می‌گوییم و روز دیگر فرنگی را به دوستی اختیار می‌کنیم و بچه‌وار راه پیشرفت خود را از او می‌پرسیم. در واقع این هم نقد داره می‌کنه به غرب، هم در شرق، هم چوب شلاق رو به خودش می‌زنه، هم به بیرون می‌زنه، میگه ما مجموعه‌ای از اینها هستیم. ما پرفکت نیم. تو کتابی به نام تسخیر تمدن فرنگی نوشته. حالا برگردم به این که روشنفکران مشروطه چه شرایطی رو باهاش مواجه بودن. یعنی روشنفکران مشروطه، باید یه فاصله‌ای بین سیاست بذاریم و روشنفکریشون. بسیاریشون هم در گرفتار سیاست شدن، بسیاریشون کشته شدن، بسیاریشون زندان رفتن، ولی اون بعد سیاسی کارشون بود.
در رابطه با بُعد فکریشون ما بیشتر کار داریم. این یه مفهومی هم هست که باز اینجا باز بذارید تاکید بکنم. همیشه مرسوم بعد از جریانات انقلاب، به خصوص انقلاب اخیر 57، ما روشنفکران رو مقصر میدونیم. روشنفکران اومدن این کارا رو کردن، این جامعه رو اونجا روشنفکران بودن که آقای خمینی رو آوردن، روشنفکران بودن که جامعه رو چرا؟ روشنفکران خیلی که کاری کرده باشن اینه که افکارشون رو دادن. خب شما مردم هم بودن دیگه، مردم پذیرفتن، مردم هم خودشون مسئولن. بعدم روشنفکرا که تیر و تفنگ دستشون نمیگیرن، هستن سربازها، هستن سیاستمداران، هستن. انقلاب رو روشنفکران به وجود نمیارن و به ثمر هم نمیتونن برسونن. روشنفکران همیشه زمینه سازن، فرهنگ آفرینن، مفهوم آفرینن، سعی میکنن تمدن آفرینی بکنن، تمدن نظریه پردازی کنن، الگو آفرینی کنن، میتونن نقد بکنن. انقلاب رو توده های پیاده در خیابون ها و سرباز ها تو پادگان ها و سیاستمداران تو اتاق های بسته به وجود میارن. افکار روشنفکران تاثیرگذاره. انقلاب جمهوری اسلامی که انقلاب 57 که به تبدیل به جمهوری اسلامی شد، شاید اگر آقای شریعتی نمی بود و وضع اوضاع به شکل دیگری حرکت میکرد، ممکن بود مثلا، ممکن بود، اینا همه احتمالات تاریخه، ممکن بود به این شکل در نمی اومد یا اصلا به تأخیر می افتاد، به شکل دیگری بود، در جای دیگری بود، با کس دیگری بود، با رهبر دیگری بود. چه مشروطه، چه انقلاب 57، زمین سازشون روشنفکران بودن، ولی انتخاب نهایی با مردم بود. و اگر توجه بفرمایید، از تمام دوران مشروطه تا انقلاب 57، روشنفکران دائما در حال مبارزه برای دموکراسی، مبارزه با استبداد، مبارزه با استثمار و استعمار بودند. ولی در نهایت انقلاب اسلامی از توش در اومد و انتخاب اونها نبود، انتخاب مردم و رهبری و سیاستمدارانی بود که اون در اون لحظه وقایع شکل گرفت، به شکلی، به طوری که شکل گرفت. انقلاب ها در خلع رخ نمیدن، شرایطی وجود بود، نیروها در یک موقعیت های خاصی بودن، توانمندی نیروها. وقتی آقای خمینی اومد، سنجابی ها، جبهه ملی، تمام این نیروها یک بار آچمز شدن. هیچ کسی پیشبینی این رو نمی کرد. اینها واقعیت های تاریخی است که غیر قابل تصوره که ما به راحتی بتونیم بگیم این فرد و اون فرد. آقای خمینی حتی خودش تصور اینه، من از نظر من اینطوری فکر میکنم همیشه، آقای خمینی خودش نمیدونست که مثلا به کجا این میکشه. میدونست که چی میخواد، یه چیزایی رو میدونست میخواد چی میخواد، ولی شکل و شمایلش انقلاب اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو واقعا روز به روز، لحظه به لحظه نگوشیت کرده و برده جلو و به اونجا رسونده. خب روشن فکران دوران مشروطه فقط همشون آدمای اهل کتاب نبودن، بسیاریشون اصلا از توی دربار قاجار اومدن بیرون، بسیاری از اونها از توی بازار اومدن، تجار بودن. اقشاری که به عملاً به مشروطه، در مشروطه نیروهای فعال بودن و دامن زدن، یکی روحانیون بود، یکی بازاری ها بود و یکی هم روشن فکران. و این مدغم بود. من الان برای همین یه عکسایی به شما از این افراد اون دوره به شما نشون میدم. Not the film, the PowerPoint. Oh, I'm okay. این عکسای مشروطه است. اگر توجه بفرمایید، دوران مشروطه، چند تا عکس، اینم این لحظه ای هستش که مظفرالدین‌شاه داره امضا میکنه چیز مشروطه رو، فرمان مشروطه رو امضا میکنه. اگر نگاه بکنید، روحانی ها در کنارش هستن. نگاه بکنید، افراد بازار هستن، افراد عموم هستن. این فرمان مشروطیت هستن که نوشته شده بود. باز دوباره اینجا نگاه بکنید، یا همه در بخش‌های مختلف هستن. این مجلس اول هستش. اگه نگاه بکنید، هم روحانی ها درش هستن، هم غیر روحانی هستش. اغلب اینها همه با هم نزدیک هستن، از نظر فکری و اجتماعی و بروزاده. اینها اولین شخصیت های روحانی هستن که به مشروطه کمک کردن و با مشروطه هم روی کردن.
Why doesn't the PowerPoint show me the writing from the top? Can you open mine? من ادامه میدم تا درستش بکنه برمیگردم. یکی از ویژگی‌های روشنفکری مشروطه این بود که بسیار عالی. خب روشنفکران مشروطه مشکل رو، درد رو، دغدغه‌ش رو، شرایط داخلی با غرب مشکل به صورتی که در دوران انقلاب 57 ما روشنفکران داشتن، این مشکل رو نداشتن. غرب برای بعضیاشون اصلا 100% پذیرفته شده بود، کعبه آمال بود و اگه ما میخواستیم پیشرفت بکنیم باید به طرف غرب میرفتیم. درسته. آقای تقی‌زاده در سلاید، آقای تقی‌زاده اون نفر اول، you're not using my PowerPoint. Do you have that? If you could just use the one that is stick. Thank you. وای تقی‌زاده اون اول موقع عمامه داشت قبلش. بعداً عمامه‌ش هم برمی‌داره. ایشون معتقد بود که ما باید دربست سر خودمون رو در اختیار غرب بذاریم و فرهنگ غرب رو بپذیریم از سر تا پا تا بتونیم به یه جایی برسیم. کسانی هم بودن که روحانی بودن و ولی مهم این بود. مشکل اصلی روشنفکران مشروطه فرهنگ عقب مونده داخلی جامعه خود ما بود. این در انقلاب 57 گم میشه. یعنی به عبارت دیگه در انقلاب 57 شما میبینید که روشنفکران هر چیزی رو که خوب هم هست برای جامعه به عنوان بورژوا بوزن، آلت دست غرب برای توطئه‌ای که ما رو زنان ما رو به کار بگیره، برای اینکه من خود گفتگویی داشتیم چند دقیقه قبل از اومدن اینجا آقای، صحبت از این بود که هر کسی سعی میکرد لباس کثیف بپوشه فلان باشه برای اینکه با توده ها همراه باشه. یعنی به عبارت دیگه رفتن به روستاها مثل روستایی ها بودن، مثل الان هم که داریم میبینیم در ایران، من گهگاهی میبینم این پیشونی ها همچین مثل که اتو کشیدن مثلا سوزوندن پیشونی، اینا معیار مثل اصالته. در صورتی که در دوران مشروطه اینطور نبود. کسروی نقد مذهب انجام داد، میرزای عشقی نقد مذهب و روحانی رو انجام میداد، اینا با شهامت به دین برخورد کردن اون موقع. روشنفکران ما بعد از دوره رضا شاه پاپولیست شدن. مردم نباید انتقاد میشدن، خلق ها قابل ستایش بودن، خلق اشتباه نمیکنه، توده ها اشتباه نمیکنن، پاپولیسمه. کسی جرئت نمیکرد، قابل درکه در سیاست، قابل درکه، ولی برای روشنفکری نه. اتفاقی که افتاد در انقلاب 57 روشنفکر آچمز شدن، آقای خمینی توده ها رو برداشت، با توده ها میدونست چگونه صحبت کنه، فرهنگشون رو میدونست، زبانشون رو میدونست و میشناختشون. روشنفکران مشروطه میدونستن که این فرهنگ اشتباهه و روحانیت کنترل رو که رو ذهنیت، خرافات رو ذهنیت جامعه داره باید دگرگون بشه برای پوسه و پیشرفت. در واقع یکی از مشکلات بزرگ روشنفکران دوران قبل از انقلاب 57 این بود که مردم ستار شده بودند بدون اینکه برخورد نقادانه ای نسبت به رفتارهای مردم و فرهنگ مردم داشته باشند. حتی در ما به خصوص در حوزه زنان، در مشروطه روشنفکران راجع به زنان مسئله برانگیختند، میگفتند باید به زنان رو با مردان یک برابر بکنیم. شما خودتون اشعار مختلفی رو میخونید که همون موقع به حجاب حمله میشد در مشروطه، ولی وقتی انقلاب 57 شد روشنفکران ما حمایت کردن از حجاب، چون آقای خمینی چیز کرد نیومدن پشت زنان وایسن.
چرا فکر میکردن الان ما باید با امپریالیسم بجنگیم؟ روشنفکران عرفی دچار پاپولیسم و توده‌گرایی که امروز بود نشدن. به خصوص آخونزاده در اون زمان این جمله رو میگه: حیف ایران، کو آن قدرت، کو آن سعادت، عرب های بهره. و البته ایشون خب خیلی خصوصه چیز ضد عرب هم داشتن و ضد اسلام، ولی من وارد اون حوزه نمیشم. عرب های برهنه و گرسنه 1280 سال است که تو را بدبخت کردن، زمین تو خراب، اهل تو نادان و از سیویلیزیشن یا تمدن جهان بیخبر و از نعمت آزادی محروم و پادشاه تو دسپورت، یعنی جبار و دسپات، اسپوت است. تأثیر ظلم دسپوت و زور فاناتیسیزم علما به ضعف و ناتوانی اهل تو باعث شده و جوهر و قابلیت تو را زنگالود و تو را به دنانت طبع و رزالت و ذلت و عبودیت و تملق و ریا و نفاق و مکر و خدعه و جبن و تقیه و خوگر ساخته و جمیع خصایص حسنه را از صداقت و عدالت و وفا و جوانمردی و شجاعت و علو طبع و بلند همتی و بی‌طمعی از طبیعت تو سلب کرده و طبیعت تو را با ضد صفات معدوده مخمر نموده و یحتمل چندین صد سال خواهد گذشت که رونق نخواهی یافت و به آسایش و سعادت نخواهی رسید و ملت تو با ملل سیویلیزه شده برابر نخواهد شد. این برخوردی بوده که اون موقع آخوندزاده می کرده. شما به من یک روشن فکر رو نشون برید در دهه 50، دهه 40 که با یک چنین زبانی با توده های خود جامعه صحبت بکنه. نکردم. اینها بذارید من الان برگردم به این روشنفکران. اولین روشنفکران مشروطه اینها هستن، این شخصیت ها هستن. اسامیشون هست: آقای تقی‌زاده است، آخوندزاده نفر دوم، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا مشرم خان، طالبوف هست، جهانگیر سور اسرافیل هستش، عرض کنم سردار اسد هستش و آقای فروغی. فروغی به این دوره نیست. پنج دقیقه بیشتر ندارم، بنابراین باید تون تون. فروغی مال این دوره نیست. من تصادفاً اینو دیروز درست کردم گذاشتم. فروغی بیشتر مال این دوره است. باید تو اینجا باشه. اینجا آقای کسروی رو. کسروی هم مال دوره قبل باید باشه. هدایت هستش، بعدش ده خدا هست، علی دشتی هست، تقی بهار هست، ملک شهرا هستش، کاظم زاده ایران شهر هستش، عشقی هست. عرض کنم که بعد در همون دوره میایم دیگه، حالا وارد دوره رضا شاه داریم میشیم که اینجا فرخ یزدی هست، ایرج میرزا هست، قزوینی هستش، در محمد علی تربیت هست. زیر تقریبا با روشنفکران در چپ داریم نزدیک میشیم. آقای ارانی هستش، ایرج اسکندری هست که دوتاشون از مارکسیست های، مثلا آقای پورداوود هست که چپ نیست البته، و حسن پیرنیا، دوتا از کسانی هستن که عملا نقش بساسی در دانشگاه داشتن. سعید نفیسی در دوره بعد، با این همه در دوره رضا شاه هستن، بعضیشون تا این به خصوص قسمت پایین میاد، تا دوران جمهوری اسلامی هم تا اخیران هم میاد. عرض کنم که پرویز ناتل خانداری هست، آقای شاکمان هست، اکبر داور هست که نقش به خیلی وسیع داشت در چیز، پروفسور مینووی هست که در دانشگاه تهران رو واقعا به پا کردن، احسان یارشار، عرض کنم که ببخشید، احسان تبری هستش که خب میدونید وابسته به حزب توده بود و خودش هم خیلی مثلا، دکتر آریانپور هستش، دکتر عرض کنم که حمید عنایت هست. این یه مجموعه از روشنفکران اون دوره هستش، وقتی که تاگور آمده بود در تهران و همشون هستن دوره هم: علی دشتی، یاسمی، اقبال، سعید نفیسی، نصرالله فلسفی، همه با هم هستن. حالا داریم وارد دهه رضا شاه رفته، روشنفکرانی هستن که بعد از دهه 40 بود، در دهه 40 شکل گرفتن. فردید هست، جلال آل احمد هست. در این زمان ما دوباره یک سلسله روشنفکر جدید میشیم، یعنی با بازرگان شروع روشنفکری دینی شروع میشه در ایران و با جلال آل احمد. در واقع این دو نفر نقش موثری داشتن، منتها آل احمد بیشتر نقشش هم تخریبی بود،
به این مفهوم که مفهوم دو کتاب خدمت و خیانت روشنفکران و غرب زدگی رو نوشت و حمله کرد به تمام روشنفکرانی که وابسته می شدن و رفت شیخ فضل الله نوری رو از زمان مشروطه آورد به عنوان یک کسی که پرچم برجسته تمدن رو داره و ما دوچار این مسئله شدیم که به عبارت دیگه یک ضدیت شدید با غرب با آل احمد شروع میشه با دکتر شریعتی دوباره پر میشه تا یه دوره جدیدی ما پیدا میکنیم که با نمونش فقط اینجا هست آقای احسان نراقی هست روشنفکرانی که دولت به کار میبره ازشون استفاده میکنه آقای نراقی روشنفکری که به نظر من در دولت بود و واقعا روشنفکر بود افکار مترقی هم داشت ولی سعی میکرد این رو در جهت استفاده و دوام رژیم و بهبود جامعه از زاویه خودشون ولی در این هم دوام رژیم استفاده بکنن و روشنفکران بیرون از دولت یا بر دولت افرادی مثل آقای عرض کنم نراقی رو خائن میشناختن و غیر ازالکه اینا باشون شدید اینها بعد روشنفکران جوان و چپ ما داریم که اومدن آقای شاملو بود، بعد جزنی بود که برای چپ بود، آقای خوزگل سرخی بود سوسیالیست ها رو ما داریم، عرض کنم دکتر مصطفی رحیمی بود که در تا بعد از انقلاب بود اولین کسانی که دو نفر از کسانی که واقعا در مقابل آقای خمینی وایسادن حداقل به صورت منطقی ابتدا دکتر رحیمی بودش که یک نامه نوشت گفت جمهوری و اسلام این دو تا با دموکراسی جور در نمیاد چجوری شما این دو مفهوم رو میخواید با هم کنار بذارید که خیلی بهش حمله شد بعد آقای شاملو هم بود که گفته بود این تیری است که در تاریکی داره در میشه و غیر ازالک میدونید به سر ایشون چه اومد دکتر هاشم جوادی که چند یه دو ماه پیش فوت کردن بنده خدا هزارخانی که عملا به مجاهدین کشیده شد هنوز هم با مجاهدین کار میکنه عرض کنم که آقای اعتمادزاده بهازین رو هم که میدونی که با حزب توده بود و تا انتها هم به هر حال کلی زندانی کشید در دوران جمهوری اسلامی اینها مجموعه ای از روشنفکران عرفی ما بودن انجمن به حساب نویسندگان بود که رفتن خدمت خمینی در همون ابتدا اسامیشون رو نگاه بکنین اینها رفتن البته من از آقای نادرپور یه چیزی شنیدم خودشون زنده بودن گفتن ما رفتیم اونجا خیلی چیزا می‌خواستیم بگیم یه متنی هم خوندن متنشون هست که وقتی رفتیم اونجا ایشون اومدن یه نگاه اینجوری به همه ما کردن هیچ کسی دیگه جرئت نکرد چیزی بگه همون متن رو خوندیم همه مجبور شدیم بلنشیم بیایم بیرون در واقع اتفاقی که افتاد این روشنفکران عرفی ما در انقلاب 57 هیچ امکانی برای به دست آوردن من حرفمو باید ببندم رهبری جریان نداشتن روشنفکران چپ و عرفی ما از دهه 1320 تا انقلاب 57 تأثیر روی بخش تحصیل کرده ما داشتن ولی از بعد از خرداد 42 شریعتی پا میذاره بیرون و بخش مذهبی و روستایی آمدهی که به شهر داره میاد درس بخونه رو جذب میکنه به افکار مذهبی و این بخش همون بخشی بود که بعدا وقتی خمینی آمد اینها عملا پادههای انقلاب شدن و بعدا هم در همین انقلاب امروز شاید به نام اصلاح طلبان و غیر ازالک هستن اما این زمینه آفریده شده بود کاری که روشنفکری عرفی نتوانست بکند و اعترافش رو هم نمیخواهد بکند این است که هیچ وقت نتوانستن با توده ها ارتباط ارگانیک برقرار بکنن حتی اگه این نظریه ها رو میشناختن افکار گرامشی رو خونده بودن اما رابطه مستقیمی با توده ها نداشتن افکاری که داشتن اغلب به صورت قالبی از بیرون می اومد از نظر رفتار فرهنگی کاملا سنتی بودن به روایت یکی از محققین خود چپ ما اینها اصلا همون فرهنگ شیعه رو پذیرفته بودن در ارتباط با روابط با زنان روابط با مردان و چگونگی روابط اجتماعی در خانواده اینها وقتی که آقای خمینی اومد تنها آقای خمینی بود که تونست 1 میلیون آدم اون روز عید فطر بیرون بیاره و از اونجا بود که دیگه رهبری رو اینا دست دادن و مجبور شدن مغلوب بودن زیر بار بودن ولی چیزی که جای تأسف بود این که فکر میکردن آقای خمینی برای یه مدت کوتاهی خواهد بود فکر میکردن جمهوری اسلامی 6 ماه دوام میاره همینجوری 6 ماه شد 1 سال شد فلان شد گفتن اینا سیستم نمیدونن ولی واقعیت این بود که خودشون هم جامعهشون رو نمیشناختن تاریخشون رو نمیشناختن
خمینی رو نخونده بودن. خمینی باید آن موقع که کتابش نوشته شده بود خوانده میشد و در ایران در همون زمان پهلوی نقد میشد. این هم باید گفته بشه. این مشکل همش تقصیر خود این روشنفکران نبود. من خودم به عنوان دانشجوی جامعه شناسی میخواستم یه فیلم از روز عاشورا بسازم. بچه شهرره‌ای بودم، بازارم آشنا بودم، گفتم به من یه اجازه ای بدید دانشگاه من برم اونجا یه فیلم بسازم به عنوان روایت اتنوگرافیک، فقط فیلم برداری بکنم از این عاشورا رو توضیح بدم، یه مقاله بدم به عنوان کار دارم. رفتیم و آمدیم و رفتیم و آمدیم، گفتن تو رو خدا پاتو این کارا نذار، برای ما دردسر، آخونده برای ما دردسر ایجاد میکنه. یعنی دولت محدودیت هایی که خود دولت میذاشت، اشتباهاتی که خود دولت داشت و سازمان یافتگی که روحانیت داشت تاثیر داشت کنترل بکنه، اینا همه مشکلاتی بود که روشنفکران 57 باهاش مواجه بودن. من حرفمو باید تموم بکنم، وقت نیستش که منتظر برنامه خانم شیرازی هستیم. اینا روشنفکرانی هستن که در دوران بعد از انقلاب جمهوری اسلامی، ملکیان هستش، سروش هستش، مشتهد شبستری هست، اینا روشنفکران دینی الان یا نواندیشان دینی بهشون میگن، آقای داوری هستش، آقای نصر مال دوران قبله ولی افکارش هم کمابیش در همون مایه اسلامی هست. عرض کنم که داریش و همایون هست که به هر حال وابسته به دربار بود ولی خب واقعا مهمانی روشنفکر هست. داریش شایبان که بنده خدا دو ماه پیش هم فوت کردن ایشون. اینها هم کسانی هستن که بعضیشون الان روشنفکرانی هستن که در ایران امروز مطرح هستن. دکتر بشیری هست که استاد الان مجبور شد ترک بکنه کشور رو، در سیراکوس درس میده. آقای دباشی در کلمبیا هستن ولی به عنوان یه روشنفکر عمومی در سطح جهانی دارن کار میکنن ولی روی ایران شدیداً فوکوس دارن. البته ایشون پست ساخت مابعد ساختار گرایی، مابعد کلونیالیست هستن. آقای رنانی در ایران خودشون رو روشنفکر اسلامی لیبرال میشناسن، مقالات زیاد انتقادی در رابطه به حوزه اقتصاد مینویسن. آقای سریال‌قرم یه روشنفکر لیبرالی هستن که خیلی هم مورد اخم و طعم رژیم به خصوص محافظه‌کارها و اصولگرایان هستن ولی خب روابط نسبتا مثبتی با آقای روحانی و رفسنجانی هم سالم، نه که روابط شخصی ایشون، من باش دوست هستم، هیچ وقت میگه من نمیخوام نزدیکم نشدم، ولی میان مشورت میکنن، سوال میکنن. به هر حال ایشون هم درد توسعه کشور رو داره. و بالاخره دکتر طباطبایی، جواد طباطبایی است که اصلا وابستگی به دولت نداره، به عنوان یک روشنفکر نظری در رابطه با ایران تئوری‌های زیادی داره و طرفداران زیادی در میون بخش روشنفکری جامعه دانشگاهی داره. من صحبت‌های دیگه‌مو همینجا پایان میدم و چون وقتی دیگه ندارم ازتون خیلی متشکرم.